افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها در اوکراین با حمله ارتش اوکراین به اسلوویانس. گزارشی از انتخابات پارلمان اروپا و تاریخچه آن. نقش نوآوری در صنعت برای افزایش رشد اقتصادی. فناوری جدید تصفیه هوای آلوده شهرها. بینندگان گرامی، سلام بر شما. روز جمعه ارتش اوکراین به جدایی طلبان در اسلوویانسک حمله نظامی کرد. این حمله باعث تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها در اوکراین شد. جامعه بین‌المللی هم با حساسیت و شدت بیشتری به مسائل مربوط به اوکراین پرداخت. گزارشی داریم در این باره. The boat sides through petrol bombs. There's much confusion and fear of still more violence. شعله‌های آتش و صدای انفجار و شلیک خبر از حمله نظامی ارتش اوکراین به جدایی طلبان در شهر اسلوویانسک در ساعت‌های اولیه بامداد روز جمعه 12 اردیبهشت را داد. شهردار خودخوانده اسلوویانسک گفت که نیروهای دفاعی شهر دو فروند هلیکوپتر دولتی را سرنگون کرده و یک خلبان را به اسارت گرفتند. یک روز قبل از این واقعه، الکسان تورچینوف، رئیس جمهور موقت اوکراین، نیروهای ذخیره ارتش را به خدمت زیر پرچم فراخواند و گفت که این اقدام برای مقابله با اوضاع وخیم امنیتی در شرق کشور ضرورت دارد. جدایی طلبان طرفدار روسیه اعلام کردند که در روز 11 ماه مه 21 اردیبهشت در شرق و جنوب اوکراین برای تعیین سرنوشت این مناطق و احتمالاً جدایی از اوکراین همه پرسی برگزار خواهند کرد. از سوی دیگر، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنج شنبه 11 اردیبهشت به واشنگتن رفت تا با مقامات این کشور از جمله باراک اوباما درباره بحران اوکراین گفتگو کند. باراک اوباما و آنگلا مرکل روز جمعه 12 اردیبهشت در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در واشنگتن ضمن تاکید بر اینکه آمریکا و اروپا آماده‌اند دور سوم تحریم‌ها علیه مسکو را به اجرا بگذارند، خواستار چرخش روسیه از مواضع فعلی خود درباره اوکراین شدند. رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنان خود در مورد این تحریم‌ها گفت: The goal is not to punish Russia. The goal is to هدف ما از وضع تحریم تنبیه روسیه نیست، بلکه هدف ما تشویق آنها به انتخاب مسیر بهتری است، یعنی حل مسئله از راه‌های دیپلماتیک. فکر می‌کنم بر روی این نکته اتفاق نظر داشته باشیم. صدر اعظم آلمان با اعلام آمادگی برلین برای همکاری با آمریکا در اجرای دور جدید تحریم‌ها علیه روسیه ابراز امیدواری کرد بحران اوکراین از راه‌های دیپلماتیک حل شود. آمریکا و اتحادیه اروپا تا کنون به دلیل دخالت روسیه در فعل و انفعالات شرق اوکراین یک رشته تحریم علیه مقامات و شرکت‌های روسی وضع کردند. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، این تحریم‌ها تا کنون به اقتصاد روسیه آسیب‌هایی رساندند. این نهاد نسبت به فرار سرمایه از روسیه هشدار داده و پیش‌بینی کرده است که در سال جاری میلادی حدود 100 میلیارد دلار سرمایه از روسیه خارج شود. تنها در سه ماهه نخست سال جاری 64 میلیارد دلار از این کشور خارج شده است. از سوی دیگر روز پنجشنبه 11 اردیبهشت صندوق بین المللی پول اعلام کرد اگر دولت اوکراین کنترل شرق این کشور را از دست بدهد نیاز به کمک مادی بیشتری دارد. این نهاد وابسته به سازمان ملل در حال حاضر با یک وام 17 میلیارد دلاری به اوکراین موافقت کرده، اما گفته است که در صورت ادامه ناآرامی‌ها در مناطق روسی زبان اوکراین باید در رابطه با میزان وام اعتباری تصمیمات تازه‌ای بگیرد. دولت اوکراین در نخستین اقدام تحت فشار صندوق بین‌المللی پول ناچار به بالا بردن بهای گاز شد. از روز پنجشنبه بهای گاز برای مصرف کنندگان عادی نزدیک به 40% افزایش یافت. دولت کیف همچنین قول داده است که دستمزدها را افزایش ندهد. در ارتباط با تحریم‌ها علیه روسیه،
این نکته را هم باید مد نظر داشت که کشورهای نظیر آلمان بیش از 37% از گاز مصرفی خود را از طریق روسیه تامین می‌کنند و 6 کشور اتحادیه اروپا برای تامین انرژی خود کاملا به فدراسیون روسیه وابستند. این وابستگی ممکن است کشورهای اروپایی را در ادامه تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه به چند دسته تقسیم کند. روسیه یک شریک اقتصادی مهم برای اتحادیه اروپا است. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک میان روسیه و غرب بستر بحران سیاسی اوکراین و تأثیر منفی آن بر بیشتر بازارهای اقتصادی جهان از جمله بازارهای نفتی جهان باعث شد تا بهای نفت شاخص اروپا برنت روز جمعه افزایش یابد. از سوی دیگر روز شنبه 13 اردیبهشت شورای امنیت ملل متحد در جلسه فوری خود اوضاع بحرانی اوکراین را بررسی کرد. این جلسه به درخواست روسیه برگزار شد. نماینده روسیه از کشورهای غربی خواست مرتکب جنایت نشوند. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت مقام‌های روسیه می‌خواهند همان سناریویی را که در کریمه اجرا کردند در شرق اوکراین هم اجرا کنند. ما از این اقدام منزجر شدیم ولی فریب نمی‌خوریم. جلسه شورای امنیت بدون هیچ نتیجه‌ای پایان یافت. انتخابات پارلمان اروپا نزدیک میشه و برای نخستین باره که انتخاب رئیس کمیسیون اروپا میتونه به طور مستقیم و با توجه به اکثریت حزب برنده در پارلمان صورت بگیره. کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیه اروپا است، متشکل از 28 کمیسر یا نماینده است که به نیابت از هر کشور در این کمیسیون حضور دارند. در انتخابات پیش رو نامزد هر حزبی که اکثریت پارلمان را به دست آورد شانس بیشتری برای ریاست کمیسیون اروپا را دارد. تا کنون و طبق پیمان ماستریخ رئیس کمیسیون اروپا توسط سران کشورهای عضو انتخاب و به پارلمان معرفی می شد، در حالی که در انتخابات پیش رو و طبق اصلاحی که در پیمان لیسبون صورت گرفته سران کشورها باید با توجه به حزبی که اکثریت را در پارلمان به دست می آورد نماینده خود را به این پارلمان معرفی کنند. کمیسیون اروپا در سال 1957 پیش از آن که اتحادیه اروپا بنا شود بر اساس پیمان روم تشکیل شد. والتر اشتاینر آلمانی نخستین رئیس این کمیسیون بود و در مقایسه با عملکرد امروزی این کمیسیون قدرت زیادی نداشت. قدرت این کمیسیون از زمان ریاست ژاک دولار فرانسوی که به مدت 10 سال رئیس کمیسیون اروپا بود افزایش پیدا کرد. علاوه بر انتخاب کمیسرهای این نهاد و اعزام آنها به مناطق مختلف، هدایت سیاست‌های اتحادیه اروپا، پیشنهاد قوانین به شورای اروپا و پارلمان، اجرای پیمان‌نامه‌ها و همچنین نظارت بر امور روزمره این اتحادیه از وظایف رئیس کمیسیون اروپا است. پیمان لیسبون که در سال 2007 به امضا رسید و سال 2009 به اجرا گذاشته شد، اختیارات بیشتری را به رئیس این کمیسیون می‌دهد. ضمن آنکه در این پیمان استقلال بیشتری به کمیسیون در برابر کشورهای عضو داده شده است که از آن جمله میتوان به کنترل بودجه اعضای اتحادیه اروپا اشاره کرد. خوزه مانوئل بارسو رئیس کنونی کمیسیون اروپا است. نقش نوآوری در صنعت در رشد اقتصادی تا چه حده؟ دانشگاه‌ها، دولت‌ها و بخش خصوصی چگونه برای ایجاد نوآوری در صنعت با همدیگه همکاری می‌کنند؟ گزارشی داریم در این باره. رشد اقتصادی هر کشور را بر حسب ارزش کل کالاها و خدماتی که در آن کشور تولید می‌شود می‌سنجند. نوآوری فرایند فنی اقتصادی و اجتماعی تبدیل و تحول ایده‌های نو و رساندن آن به نقطه‌ای است که سودآور شوند. خدمات و کالاها در اثر نوآوری بهتر می شوند و کیفیت زندگی مصرف کنندگان را بهتر می کنند. نوآوری هایی مثل تلفن همراه رشد تداوم پذیر برای شرکت های تولید کننده و سود به همراه می آورند. قیمت تلفن همراه 4000 یورویی در 30 سال پیش اکنون به حدود 50 یورو رسیده است
نوآوری شغل‌های جدید و جالب به وجود می‌آورد. شغل‌های در فناوری عالی که دستمزدشان نیز بیشتر است. البته اقتصاد هم با افزایش تعداد کارگران، افزایش سرمایه‌گذاری و همچنین با بیشتر شدن میزان تحصیلات رشد می‌کند. اگر آهنگ نوآوری کند شود، آهنگ رشد اقتصادی نیز کند خواهد شد. شرکت‌های تجاری در اروپا همچنان شکایت دارند که فارغ التحصیلانی که نزد آنها می‌آیند، مهارت‌های لازم را ندارند. دانشگاه‌ها چگونه این مشکل را حل می‌کنند؟ اینجا برلین است، پایتخت آلمان، که یکی از کمترین آمار بیکاری را دارد. But this doesn't mean that the labor market runs smoothly here. آلمان در میان کشورهای اروپایی بیشترین تعداد فرصت‌های شغلی را دارد. 2.8% از عرضه کل فرصت‌های کاری. این بدان معناست که بیش از 1,000,000 شغل در دسترس وجود دارد. در اقتصاد سالم معمولاً به راحتی می‌توان کار پیدا کرد. اما در این حال چنین وضعیتی نشانه شکافی میان آموزش و دسترسی به بازار کار است، شکافی که روز به روز گسترده تر می شود. مشکل عمده در آلمان در تکنولوژی الکترونیک است. موضوع دیگری که وضعیت در آن بد است رشته کامپیوتر است. در این زمینه مهارت هایی وجود دارد که تقریبا در بازار موجود نیست. دانشگاه‌ها در خط اول این چالش قرار دارند. دانشگاه آزاد برلین یکی از مهمترین دانشگاه‌های آلمان است که تقریباً 35,000 دانشجو دارد. بهتر است برنامه‌های درسی را با نیازهای بازار تطبیق بدهیم. این یکی از نکات اصلی در اصلاحات معروف به اصلاحات برونی است که آموزش‌ها را با توجه به نیازهای بازار طراحی می‌کنیم. دولت‌های اروپایی فرایند تطبیق آموزش و بازار را برای همسان کردن معیارها و کیفیت‌های آموزش عالی راه انداختند. مدرسه عالی موسوم به ICT یکی از اولین جوامع دانش و نوآوری است که مؤسسه اروپایی فناوری برای برقراری همکاری میان دانشگاه و شرکت‌های تجاری به راه انداخته است. شرکت میکرو الکترونیک موسوم به آیمک نمونه ای از این مشارکت‌های عمومی و خصوصی است. به رغم بحران اقتصادی، این شرکت نانو الکترونیک که در حوزه‌های مختلف بهداشت و محیط زیست کار می‌کند، هر سال از رشدی معادل 5-10% برخوردار است. حدود 15% درآمدهای ما از بودجه بخش عمومی تأمین می‌شود و 85% دیگر را بخش خصوصی تأمین می‌کند. گستره موضوع‌های پژوهشی از پژوهش‌های بنیادی تا پژوهش‌های کاربردی و نیازهای بازار را در بر می‌گیرد. پژوهش بنیادی اساس ایده های ماست، اما چون این پژوهش ها پر هزینه هستند، تامین هزینه ها از سوی یک شرکت به تنهایی سخت است. بودجه هایی که از بخش عمومی می آید به ما کمک می کند که کارهایی را که آینده خوبی دارند به انجام برسانیم. با یک فناوری جدید میشه به هوایی پاک دست پیدا کرد، چیزی که ایدئال بسیاری از کشورهایی که هوایی به شدت آلوده دارند. اما این فناوری جدید چیه؟ شرکت روسگاد در هلند قصد دارد پروژه‌هایی برای تصفیه آلودگی‌ها از هوا اجرا کند. این مدل کوچک از یک تصفیه کننده هواست. نسخه های صنعتی از بزرگترین مکنده الکترونیکی جهان احتمالاً می تواند پاسخی برای مشکل آلودگی هوای پکن، پایتخت چین باشد. این دستگاه به سادگی به مکیدن دود از هوا می پردازد. دان روسگاد طراح این پروژه می گوید برای آزمایش نمونه اولیه دستگاهش در سال آینده در پارک شهر پکن با مدیران این شهر به توافق رسیده است. به گفته او عمل کرده این دستگاه بسیار ساده است. با ایجاد یک میدان از یون‌ها تمام ذرات در مقیاس نانو دارای بار مثبت می‌شوند و با منفی کردن بار الکتریکی زمین می‌توان تمام این ذرات را جمع کرد. این کار باعث تمیز شدن هوا به میزان 80% می‌شود. این خطری مهمترین نکته این فناوری است. از این فناوری در بیمارستان‌ها استفاده می‌شود و آن را می‌توان بسیار کم مصرف دانست.
زیرا برای داشتن 30,000 متر مکعب هوای پاک تنها لازم به مصرف انرژی به میزان 30 وات است. شهرهای کمی در جهان وجود دارند که لازم است هوایشان تمیز شود. رشد فعالیت‌های صنعتی در دهه‌های گذشته باعث ایجاد بحران آلودگی هوا شده و مدیران این شهرها در تلاشند تا راهی برای کاهش آلودگی‌ها بیابند. آقای روسگاد می‌گوید فناوری‌اش می‌تواند به این مشکل کمک کند و با تولید راهروی از هوای پاک به نور خورشید اجازه تابش به این شهرها را بدهد. او می‌گوید دستگاهی که برای پکن برنامه‌ریزی شده تونل‌های هوایی به قطر 50 متر به وجود خواهد آورد. اما روسگاد در همین جا متوقف نشده. او مرحله بعدی پروژه‌اش را نیز توضیح می‌دهد. ما متوجه شدیم که بخش زیادی از ذرات دود موجود در هوا کربن است. هنگامی که کربن تحت فشار زیادی برای 2 یا 3 هفته قرار گیرد چه اتفاقی می‌افتد؟ الماس به دست می‌آید. ما برای جذب و فشرده سازی 1,000 متر مکعب دود موجود در هوا صحبت می‌کنیم. و اگر آنها را به طور واقعی و به طور کامل فشرده کنیم، چیزی شبیه به الماس خواهیم داشت. می‌توان با فشرده ساختن کمتر این کربن‌ها مجموعه بزرگی از قطعات کریستالی را به وجود آورد که اگرچه هنوز کمی دودی به نظر می‌رسند، اما زیبایند و می‌توان آنها را مانند انگشترهای الماس به فروش رساند که در واقع یک حلقه دود است. با این کار میتوان 1,000 متر مکعب هوای تمیز به شهری مانند پکن هدیه کرد. روسگاد معتقد است پاسخ واقعی برای مشکل آلودگی هوا در چین استفاده از اتومبیل‌های پاک و صنایع پاک و تغییر سبک زندگی است. با این حال او امیدوار است پروژه به ساکنان این شهر فرصتی دهد تا تفاوت میان تنفس هوای پاک با هوای پردود را درک کنند. به گفته او پکن محیط خوبی برای آزمایش فناوریش است، زیرا از لحاظ جغرافیایی در یک دره قرار دارد و باد زیادی در آنجا نمی‌وزد. او ایده های دیگری نیز دارد تا از انرژی برق به گونه جدید استفاده کند، مثلا پروژه‌ای برای تجهیز بخشی از جاده ها تا هنگام عبور اتومبیل های برقی باتری آنها شارژ شود. اما تولید الماس از دود را میتوان غیر معمول ترین پروژه او دانست. مشخص نیست که آیا میتوان روزی الماسی واقعی مثل این را از دود هوا تهیه کرد یا خیر. به هر حال این پروژه برای آقای روسگاد نمادی از قدرت است. او میگوید باید دید چگونه آلودگی های حاصل از فعالیت های یک نفر میتواند برای دیگران حکمه یک گنج را داشته باشد. بینندگان گرامی، با دیدن گزارشی از فناوری جدید تصفیه هوا برنامه امروز رو به پایان میبریم و تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.